بینندگان عزیز، باز هم امروز در خدمت همکار عزیزم خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا، سلام عرض میکنم و خیلی سپاسگزارم که در گفتگوی با ما شرکت میکنیم. منم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم تلویزیون سپید استقلال آزادی و همچنین شما جناب آقای عبداللهی، و متشکر از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار داد. بینندگان عزیز، چند هفته پیش در خدمت خانم وفا در رابطه با مسائل آموزش و پرورش در ایران صحبت کردیم. همونجوری که در گفتگوی پیشین توضیح دادم، چند سال پیش خانم وفا یک مجموعه مقاله، اگر اشتباه نکنم حدود 20 مقاله تحقیقی در رابطه با مشکلات و مسائل و واقعیت‌های آموزش و پرورش در ایران نوشته بودن و منتشر کرده بودند. من همون زمان در رادیو با ایشون چندین گفتگو در این زمینه داشتیم. چند هفته گذشته در خدمت ایشون در رابطه با مسائل کیفی آموزش و پرورش، مشکلات کیفی آموزش و پرورش در ایران، مثلا مسائل تطبیقی آموزش و پرورش که چه باید باشد و در جای دیگه چه هست صحبت کردیم. متاسفانه به دلیل کم بوده وقت باز اون گفتگو نیمه کاره بود. امروز میخواستم در خدمتتون به اون گفتگو ادامه بدیم. خانم وفا، اما یکی از بینندگان عزیز ما که معلمم هستن، یک تماس گرفتن، ایمیلی فرستادن و در وهله اول خواستن که شما یک مثالهایی بزنین در رابطه با این مسائل کیفی که بهش اشاره کردین، که آموزش پرورش از نظر کیفی در یک جامعه سالم چه باید باشد. بعد به سوال بعدیشو بپردازیم. کمال میل. بحث تفاوت مثلا دو نوع نگرش به انسان و تأثیر این دو نوع نگرش به انسان در سیستم های مختلف آموزش پرورشی و خصوصا تکیه بر اینکه آموزش پرورش حاکم بر ایران از کدام یک از این نوع نگرش بهره میبره به انسان، رو شروع کرده بودیم. چند موردش رو شمردیم که من به اختصار اون موارد رو الان عنوان میکنم و شمارش تفاوت دو نوع نگرش رو به انسان و تأثیرش در آموزش پرورش و سیستم های آموزش پرورشی رو ادامه میدم. برای اینکه یادآور بینندگان محترم بکنم، نوع دو نوع نگرش رو اینجور توضیح میدم خدمتشون که یک نوع نگرشی وجود داره به انسان که آزادی رو درونی انسان تلقی نمیکنه، هدایت انسان رو با کمک از یک سری عوامل خارج از انسان در پیش میگیره و در سیستم های آموزش پرورشی به اصطلاح میخواد معلومات اون یادگیرنده رو از طریق این عوامل خارجی رهبری بکنه، رفتارش رو تنظیم بکنه برای یک هدف مشخص از پیش تعیین شده. در نگرش نوع دوم برعکس، آزادی درونی انسان تلقی میشه، پس بنابراین رهبری انسان به دست خودشه. مجموعه عوامل لازم، یعنی اون آزادی و استقلال لازم برای اینکه استعدادهای ذاتی انسانی رو پرورش بده، عوامل خودانگیختگیش در درون انسانه و معلم یا استاد نقش تسهیل کننده و کمک کننده برای فعال کردن این استعدادها رو دارن و نه بیشتر، و هدف گذاری ها هم با مشارکت خود یادگیرنده، یعنی دانش آموز یا دانشجو و همچنین معلم یا استاد تنظیم میشه، یعنی یک مشارکت متقابل. بر اساس این دو نوع دیدگاه که خلاصه کردیم، چند مورد رو شمردیم. یکی این که در نظام آموزش پرورش مبتنی بر نگرش نخست، خود نظام فضای آموزشی یک فضای آمرانه اقتدارگرایانه بر اطاعت بنا شده است و رفتار معلم با یادگیرنده رابطه تحکمی از بالا به پایین است. بهش دو چی میگم و از حفظ بکن آنچه را که من به تو انتقال میدم، و همچنین روابط بین دانش آموزان یعنی یادگیرندگان هم یک روابط رقابت فردی و اکثرا مبتنی بر تکروی است و عدم مشارکت، یعنی رابطه انقیاد، رابطه صرفا یک رفتار منفعلانه گوش دهنده. اما در نگرش دوم که اساس رو بر رهبری و آزادی درونی انسان می‌گذاره و هدف رو
فراهم کردن بستری برای خلاقیت و فعال کردن استعدادهای انسان، فضای آموزشی یک فضای به اصطلاح فضای مشارکت و همکاری است. روابط بین دانش آموزان با هم یک روابط مبتنی باز مشارکت و همکاری است، یک کار دست جمعی است. و همچنین روابط معلم یا یاد دهنده با یادگیرنده یک رابطه مشارکت و همکاری و یک تقریبا میشه گفت یک رابطه دوستی متقابل است. به هر حال سالیان متمادی رو اینها با هم به سر میبرن. اما در زمینه دوم، مثلا مقایسه دومی که میشه به دست داد، میبخشی من به علت زیغ وقت فقط در یک مواردی مثال بزنم، چون اگه بخوام برای هر یک از این موارد مثال بزنم باز این موضوع به درازا کشیده میشه و به جای ختم نمیشه. ولی این به صلاح خاصه معلم محترم رو حتما در نظر میگیرم و در مواقعی که لازم باشه حتما تو با مثالی رو همراه میکنم. در مسئله دوم، مسئله نقش تفاوت تغییرات کمی و کیفیه. در نگرش نخست، تغییرات کمی بر تغییرات کیفی به اصطلاح ارجحیت داره. یعنی مثلا تغییرات نمره مدرک یک امر کمی است، بسیار با اهمیته، ولی در نگاه دوم برعکس، کیفیت دانش و آموزش، کیفیت علمی که یادگیرنده فرا میگیره و نحوه این که با این علم چگونه به سر میبره در زندگیش اون رو به کار میبره، این هست که ارزش گذاری میشه از طریق یاد دهنده که معلم هست یا از طریق خود یادگیرنده. و این به نظر من مثال بارزی در ایران مدرک گرایی، مسئله نقش نمره در قبولی در کنکور. مسئله بعدی، مسئله تجربه است. نقش تجربه در دیدگاه نخست، تجربه هیچ گونه ارزشی نداره. اینکه یادگیرنده در زندگی گذشته خودش، در زندگی حال خودش، در محیط های اجتماعی متفاوتی فرهنگی که وجود داره، در محیط خانوادهش چه نوع تجربیاتی رو آموخته و ارتباطی آیا بین اینها میتونه برقرار کنه با دانشی که داره میآموزد و باید به شکل تجربی هم به کارش ببره، وجود داره؟ نه، در نگاه نخست اصلا اهمیتی به این تجربه داده نمیشه. بنابراین دانش آموز ذهنش هم بسیار از بند گسسته میشه. بین تجربیات و دانش هیچ گونه ارتباط ارگانیکی نمیتونه برقرار کنه. پس بنابراین شخص منفعل میشه، محیط درس هم یه محیط خسته کننده ملال‌آور میشه، چون ذهن از فعالیت باز میمونه. در صورتی که در نگاه دوم، تجربه دانش آموز در محیط هایی که عرض کردم خدمت بینندگان بسیار نقش داره و مورد ارزیابی قرار میگیره و ازش استفاده میشه. حالا مثال خدمتون عرض میکنم، چه در امر مشارکتی که خدمتون عرض کردم، جو حاکم بر فضای آموزشی در نگاه دوم نگاه مشارکتی است و همکاری و بند از بند گسسته نیست امورات زندگی و دانشی که فرا میگیره با به کار بردنش در به اصطلاح محیط زندگی، یعنی دانش آموزی که تجربهش برای یاد دهنده که معلم هست مهم هست، در واقع در طی مراحل آموزشی فرایند کشف ارتباط بین پدیده‌های علمی که یاد می‌گیره رو طی می‌کنه و یاد می‌گیره، یعنی این قوه‌ش به کار می‌افته که بین این پدیده‌ها یک رابطه علت معلولی پیدا می‌کنه و رابطه ارگانیک و اینها رو به هم نقش می‌ده. چند وقت پیش ما یک مهمان عزیزی داشتیم، دانشجوی دوره دکترا در آلمان هستن، تا دوره مقطع فوق لیسانس رو در ایران گذراندن و اومدن اینجا دوره دکترا. بسیار جوان خوش استعداد، خوش فهم و زرنگ، در جز نابغه‌های ایران. یه بحثی شد از همین زمینه مثلا محیط آموزشی اینجا و محیط دانشگاه اینا، یک مثال جالبی زد برای من که چون این مسئله رو تحقیق راجعش میکردم برام خیلی جالب بود و اهمیت داشت نوع نگرش خود یک بلافصل خود یک دانشجو. ایشون میگفت که من خب رشتم ریاضی است و به اصطلاح سخت‌ترین معادله های ریاضی رو بلدم حل کنم و ارتباط بین به اصطلاح پدیده های ریاضی، ذهنی ریاضی رو کاملا واردم و معدل خوب و نمره خوبم قبول شده. اما محضی که اومدم پام رسید به خارج و خودم مجبور شدم زندگی خودم رو اداره کنم،
دیدم همه اون به اصطلاح پدیده های ریاضی رو بلدم و توش تو درس مقطع دکترا توش گیر نمی کنم، اما رابطه ارگانیک بین پدیده ها به اصطلاح عواملی که استمپولو رو تشکیل میده که غذای مورد علاقه و هر روزم میخوام به اصطلاح یه جور خودم رو سیر کنم اصلا هیچ اطلاعی ازش ندارم. تا موقعی که من دانشجوی دوره حتی فوق لیسانس بودم، مثل هتل میرفتم خونه، همه غذا و لباس و همه چیز کار مادر بود و انجام میدادم، پدرم امورات مالی من رو میگذارن. اینجا که اومدم مهمترین امری که باش دست و پنجه نرم میکنم این است که چگونه خود را اداره کنم، نه مسئله مشکل دوره دکترای خودم در رشته ریاضی. و بنابراین تازه یاد گرفتم که زندگی اصلا اصل زندگی چیست و متوجه شدم که نظام آموزشی ما و نظام تربیتی ما دچار چه نقص‌های بسیار عظیمه که یک جوان 25-6 ساله عاجز هست از اداره خودش و تازه با در این سن یاد بگیره به اصطلاح که یک غذای سنتی ایرانی از چه چیزهایی تشکیل میشه و چگونه طبخ میشه. پس مثال بسیار ساده، یعنی این بند از بند گسستگی بین رفتار روزمره دانش آموز یا دانشجو با آنچه را که به نام دانش فرا میگیره، اینا ارتباط با هم نداره. کمبودها، نقصانهای رفتاری، تجربی هیچ گونه مورد ارزیابی هم قرار نمیگیره. مسئله بعدی، مسئله نقش معلم یا یاد دهنده یا پسای دانش آموز و یاد گیرنده است یا استاد دانشجو. در نگرش نخست این نقش اتکا به اصطلاح بر اون یاد دهنده است، یعنی معلم یا استاد منبع علم و دانش محسوب میشن و دانش آموز منفعل و باید بپذیره. از قبل هم برای حتی خود معلم هم تعیین شده که چه مواد آموزشی رو باید تدریس بکنه، ولی به هر حال تکیه در طول فرایند آموزشی بر یاد دهنده است. برعکس در نگرش دوم تکیه بر به اصطلاح استعدادهای یادگیرنده است که چگونه اینها رشد میکنه در فرایند یادگیری. معلم به اصطلاح در واقع کارش برانگیختن اون استعداد است، تکیه رو بر خود دانش آموز گذاشتن که تویی که باید دانش رو بیابی و دنبالش باشی، من نقش تسهیل کننده را دارم و به اصطلاح اگر جایی گیر افتادی با همدیگه با کمک میکنیم که این مسئله رو حل کنیم. حالا اسم مسئله اومد، این برگرده به نقش به اصطلاح این است که در آموزش پرورش نوع نخواست چه چیزی میخواد حل بشه یا به چه چیزی تکیه میشه، بیشتر بر مطلبی که یا موضوعی که یاد دهنده تعیین میکنه از قبل و از طرف یادگیرنده یعنی دانش آموز یا دانشجو به اصطلاح حفظ شده، تکیه هم بر حافظه دانش آموزه تا بر تجربه. یعنی آموزگار در این به صدات نوع نگاه اول فقط نقش انتقال دهنده اطلاعات و دانش رو داره به آموزنده، به یادگیرنده، درسته؟ این دو، این که در همون نگاه آمرانه که اقتدارگرایانه که بر فضای آموزشی حاکمه خدای علم محسوب میشه معلم در این نوع نگاه، یعنی دانش آموز اجازه نداره زیر علامت سوال ببره علم دانش علم معلم رو یا اینکه به صلاح بر اون چیزی بیفزاید. یک رابطه تحکمی است و اکثرا یک حالت ترس و یا خجالتی حاکم است، یا اینکه یک گونه برداشت بسیار بسیار مبالغه آمیز از میزان دانش معلم حاکمه که شاگرد یا دانش آموز یا یادگیرنده به خود جرأت نمیده که در اون شک کنه یا در اون رو به چالش بکشه یا حتی مشارکت کنه در تصحیح اون. در صورتی که در نگاه دوم اولا تکیه بر یک مسئله است که باید حل بشه، یعنی دانش آموز رو یاد میدن که به چه شکل مسئله رو مورد شناسایی قرار بده، اون مسئله رو در فرایند حلش شرکت کنه و بعد تأمینش بده این یادگیری رو، یادگیری حل مسائل رو به سایر عرصه های زندگیش، زندگی سیاسیش، اجتماعیش، فرهنگیش. بنابراین میبینیم حتی در زمان شغلش یا ورودش به دنیای کار یا به محیط خانواده خود که بعد تشکیل میده
این دانش آموزی که بر به اصطلاح نگاه نخست پرورش دوم پرورش یافته آماده است برای حل هر مسائلی و احساس عجز هم نمی کنه که با بابایی مسئله روبرو شدم، من یه سری تئوری بلد بودم تا بحال، حالا نمیدونم اینو چجوری به کار ببرم. مثال خدمتتون عرض می کنم، فرزند خود من موقعی که دبیرستان میرم، حالا دانشگاهش بوده، اون زمان معلمشون توضیح داده بود در مورد دستگاه سونوگرافی. این اتفاقا علاقه داشته به اینترنت میرفته میخونده درس بیولوژی رو، دیده بوده که سونوگرافی رنگی هم اومده که به خصوص بعضی از پزشکان رادیولوژی اینو دارن به اصطلاح در مطبشون. سر کلاس میگه که همچی چیزی هست، معلمش ابتدا برش سخت بوده که قبول بکنه، ولی میگه اگر مطمئنی دفعه دیگه در کلاس بیولوژی بیار این رو گزارش بده، عکساش هم چاپ کن و همراهت بیاری. فرزند من هیچ ترسی نداشت که الان علم معلم رو در اون لحظه با توجه به پیشرفتی که علم میکنه دانش میکنه زیر علامت سوال ببره، این کارم کرد و رفت و ارائه داد و اتفاقا نمره مثلا یک پوان مثبت هم گرفت و تشویقش هم کرد معلم که تو هم من و هم بقیه شاگردا رو از اشتباه در آورد. یک رابطه بسیار بسیار ساده عادیه که دانش آموز رو اجازه میدن با توجه به عصر اطلاعات و پیشرفت تکنولوژی شاید روزانه در برخی از اطلاعات رو به اصطلاح سریعتر از معلمش در جریانش باشه و وظیفه خود بدون اون رو به معلم هم تذکر بده. پس بنابراین من نمیدونم، من خودم یادم میاد در دوران دبیرستان خودم که معلمی داشتیم که اینکه گفتم تکیه بر مطلبه، بعضی موقع خود معلم هم در نگاه نخست تکیهش بر جزوه خودشه، یعنی حتی اینقدر به خودش متاسفانه بهار رو نمیده که این یاد چیزی رو که یاد گرفتی یا اول سال برای طول سال تنظیم کرده در طول اون سال ممکن دچار تحولات علمی بشه و عوض بشه. جوری بود که بعضی از مثلا همکلاسان من شیطونا جزوه های بیدازیدن بعد کلاس تعطیل شد، برای اینکه جزوه ها معمولا چند سال کهنه بود، یعنی چند سالی بود که دست نخورده بود و مهارت این هم از بر، یعنی باید این جزوه در کنارش می بود معلم عزیز کرده که مثلا اظهار اطمینان میکرد که اونو به ما تدریس کنه. یعنی تفاوت هایی که برای اون قسمت که می فرمودین سوال می شکرد، برای اینکه دوباره چون اساس بر قدرت هست در همه زمینه های جامعه، از خانواده بگیریم، محیط کار بگیریم، دانشگاه و مدرسه بگیریم، کل جامعه، بنابراین سوال کردن از معلم به عنوان سوال کشیدن قدرت معلم به اصطلاح محسوب میشه، چه برای دانش آموز چه برای معلم ها. اگر کسی هم معلم رو به زیر سوال میکشید، ما بقیه دانش آموزان خیلی خوشحال میشدیم و شلوغ میکردیم و این حرفا. یادتون نسد من کاملا حق با شماست. یعنی در واقع سیستم آموزش پرورش در یک نظام مثلا در حال حاضر در ایران انعکاس یا آینه همون نظام سلطه است. حالا این چه سلطه معلم بر دانش آموز باشه، سلطه خود دستگاه اداری باشه در تعیین مواد آموزشی، سیاست گذاری های آموزشی به اصطلاح یه نوع بازتابی باشه یا آینه باشه از روابط قدرتی که شما به درستی اشاره کردید در روابط خانه، یعنی همون روابط هم در محیط خانواده وجود داره که دانش آموز چگونه تفاوتی بین اون و محیط دانش آموزی هم نمیبینه. بنابراین همون جور که از پدر یا از مادر اطاعت مطلق میکنه، در محیط به اصطلاح آموزشی هم از معلم به اصطلاح اطاعت مطلق میکنه. پس اون مدیریت اطاعت رو هم توضیح دادیم. میام سر مسئله این هست، این که حتی برنامه های آموزشی و به اصطلاح تنظیم اوقات فراغت غیر فراغت و این گونه هم در نگاه نخست از بیرون تعیین میشه، یعنی از ابتدای سال تعیین شده، دانش آموز هیچ گونه مشارکتی درش نداره و اصلا امر مشارکت رو فرا نمیگیره در مسئولیت های مختلفی که باید داشته باشه. مثال میذارم خدمتون، در مدارس ژاپن
چیزی کسی به نام مستخدم و بابای مدرسه و نمیدونم مقامم زمان ما گفتم بابای مدرسه نه وجود نداره. نیم ساعت چیز از معلم بگیرید، مدیر بگیرید، تمام بچه های دبستان دبیرستان مدرسه رو هرچی رو تو کثیف کردی باید خودت تمیز کنی. مدرسه رو میشورن و جاروب میکنن و گلا رو آب میدن و سطل آشغال رو خالی میکنن میرن خونه. فردا که میان وارد یک محیطی میشن که خودشون تنظیمش کردن، مثلا مشارکت رو به این شکل فرا میگیرن و یک امر بسیار طبیعی است و کسر شأنی هم نیست، نه برای معلم که دست به سطل آشغال بزنه و زباله بزنه، نه برای دانش آموز که بگن وقتش مهمه با صرف مثلا دانش بکنه و گذراندن این امور کسر شأنش. به هیچ وجه این نگاه حاکم نیست. مثال خدمتتون عرض میکنم، مثلا اینکه میگم بند از بند گسسته است، این روابط به اصطلاح ارائه دانش یا فراگیری دانش این است که فرض کنید در ایران، من یادم لیست از شب قبل از امتحان از بر میکردن که پایتخت های کشورهایی که مثلا ممکن یاد میگرفتن زعیر کینشازاست مثلا پایتختش، یا نمیدونم ساحل آج آبیجان مثلا کشورهای بسیار دور افتادم، تمام پایتخت ها از بر بود منتها، ولی دو تا محله اونورتر شهر محیط زندگی رو نمیشناسن. ممکنه یکی در تهران در مثلا فرض کن زعفرانیه زندگی میکنه، اصلا پاش به مثلا منطقه میدان راه آهن ناصر خسرو اینا نرسید یا بلکس. اما مثلا در سوئد مثال میزنم خدمتتون، دانش آموز رو در درس جغرافیا از اینجا شروع میکنن که ابتدا میبرن محله دور مدرسه رو یادش میدن، که اولین کتابخونه نزدیک مدرسه رو یادش میدن، موزه اول مثلا تو اون شهر رو یاد میدن، جغرافیای محیط زندگی رو اول سعی میکنن اون رو فرا بگیره. در مشارکت ها در باغچه مدرسه گوجه فرنگی میکاره، سیب زمینی میکاره، کشتش رو یاد میگیره، چجوری میتونه ازش بهره برداری کنی رو فرا میکنه در یک محیط های ساده. مثال خدمت بینندگان این دفعه رفتم بیشتر رو مثال عرض میکنم. میدونید که شکل از محتوا جدا نیست و محتوا بیانگر شکل، شکلم بیانگر محتواست. سیستم نوع حتی طراحی و طراحی کلاس‌های درس در ایران و چیدمان حتی نیمکت یک سیستم آمرانه و اختیارگرایانه از بالا به پایین رو نشون میده. کلاس‌ها همه مستطیلی، شاگردها به ترتیب، اما نه شاگرد تنبلام آخر کلاس. حالا معذرت میخوام ممکنه یادم قد بلندا برن آخر کلاس، نمیخوام بگم هر کس آخر کلاس تنبلنی، بعضی از معلم میدادیم که بریم آخر کلاس. بله، بعد معلمم بالا یک سکوی اونجا به اصطلاح از بالا به پایین این حالت بالا به پایین رو به اصطلاح حفظ میکنه یا برش حفظ میکنن میذارن به صلاح اینجوری آموز پرورش از دولت تعیین کرده به این شکل باشه کلاس ها. در صورتی که در به صلاح یادگیری های به صلاح آموزش های پیش رو الان متوجه شدم با تحقیقات علمی که وقتی کلاس رو به شکل مدور بذارن دایره وار معلم لایه معلم به احساس شاگردا بشینه، 50% امکان یادگیری رو فرا میبره. یعنی دانش آموز اونجا نگرانی که این معلم بالای سرش یا حالت اقتدار نداره، بلکه اون حالت همکاری و مشارکت رو در نوع حتی چیدمان نیمکت هم میشه دید. به اصطلاح اینا هم نقش داره. یکی یکی حالا مثال های بسیار متنوعی میشه زد در زمینه به اصطلاح این بکارگیری نوع نگاه در آموزش و رشد اون و اینکه جامعه اگر این نوع آموزش رو چه در دوران به اصطلاح حتی در محیط تربیتی خانه 6 سال اول و تعیین کننده تربیت هر کودکی این نوع نگاه رو به انسان داشته باشه، جامعه به اصطلاح سیاسی اجتماعی دچار تحول بسیار عظیمی خواهد شد، به خاطر اینکه حاصل این 12 سال یا 13 سال بسته به نوع سیستم آموزشی داره تحصیل یک انسان مبتکر، خلاق، مسئول، جسور، با شهامت به اصطلاح باز سیستم باز اجتماعی رو و به اصطلاح کارشناس در حدی که دنبال دانش بوده و استعداداش رو در محیط آموزشی گذاشتن که خلاقیت خودش رو تجربه بکنه و نمی هراسه در مواجهه با مثلا آینده‌ای که در واقع مال اون متعلق اونه و با اندیشه و دست اون باید ساخته بشه. ولی متأسفانه بازم وقتمون به پایان رسید. می‌بخشید قطع می‌کنم.
ولی با اجازه فرمایید که بازم این بحث رو ادامه بدیم، به ویژه اینکه این معلم عزیز بیننده ما که سوال کردن از شما، سوال دیگری و اساسی ترشون این بود که چگونه می شود در شرایط جامعه‌ای مثل ایران امروز با همه این تعاریفی که بیشتر به اون بخش نوع نگاه اول میکنه و وضعیت اجتماعی سیاسی، میشود این کارها رو انجام داد، میشه پیاده کرد. من فکر میکنم اونم بحث خیلی مهمیست و اگر اجازه بدید به دنباله این گفتگو باز در یه فرصتی دیگه بپردازیم. با کمال میل ممنون و متشکرم که این فرصت در اختیار گذاشتید. من در خدمت شما و بینندگان محترم هستم. خیلی سپاسگزارم و اوقاتتون خوش. روز شما بخیر. خیلی ممنون.